به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما بیننده های خوب و درجه یک که برنامه دوربین ورزش از شبکه ورزش به مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ خیلی خوش اومدید. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ همون به میزبانی تهران چطور بوده تا اینجا؟ به حضورتون عرض کنم که این یکی از به ندرت اتفاق میفته که ایران، حتی در سطح ایران، که بخواد میزبانی مسابقات بین المللی رو برگزار بکنه. همت های دکتر ذوالقدر بودش که در قالب یک بخش خصوصی تونست این جمع‌آوری رو انجام بده. با وجود سختی هایی که پیش رو داشتیم، دعوت از همسایه ها، کشورهای مختلف، عقص ویزا و سایر مسائل دیگه، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر به یاری دوستان همه چیز خیلی عالی داره پیش میره و امیدوار هستیم که بتونیم سطح مسابقات رو ارتقا بدیم با اینی که سطح خیلی عالی هستش. این دور از مسابقات با حضور کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، سوریه، افغانستان، پاکستان و تیم منتخب مهاجرین برگزار داره میشه. در دو بخش جوانان و بزرگسالان این رویداد بین‌المللی و در دو بخش، یعنی یه بخش مبارزه رو داریم توی این مسابقات و یه بخش دفاع شخصی و هنرهای فردی، که بخش مبارزه‌مون هم دوباره تو دو استایل داره برگزار میشه: استایل کیوان رولز برای رده سنی بزرگسالان و استایل لوکینگ برای رده سنی جوانان. در بخش دفاع شخصی سلاح صد و هنرهای فردی هم به همین شکل برای بزرگسالان و جوانان داریم رویداد رو برگزار میکنیم. علاوه رقیبم، چون تیم افغانستان با دو تیم در این مسابقات شرکت کرده، من احتمال میدم رقابت اصلی ما بین ایران و افغانستان باشه، ولی خب چهرهایی مثل قهرمانایی رو داریم از کشور ترکیه، از کشور پاکستان، از سوریه. اینا افرادی رو دارن که تک ستاره هستن و میتونن مدال آوری داشته باشن. سطح کیفی مسابقات رو چطور دیدی؟ بله، سطح کیفیت مسابقات همونطور که میبینید خیلی عالیه. قبل اینکه بیایم داخل این مسابقات چند تا انتخابی زدیم. سطح مسابقات خیلی بالا، از کشورهای مختلف اومدن، کشورهای همسایه اومدن. لول سطح مسابقات به شدت بالاست. امیدوارم که یه چکیده‌ای باشه و بقیه مسئولین هم آماده باشن واسه این اینطور مسابقات. چند سالت شما؟ 15 سالم. سطح مسابقات چطور بوده؟ خیلی خوب بود. امیدواریم که سالهای آینده هم همینجوری به خوبی برگزار بشه. از این سن بالاخره شروع کردی ورزش‌های رزمی و انشالله که همینجوری هم خوب بری بالا. معلومه. چطور بوده سطح مسابقات؟ مسابقات سطحش خیلی بالا بوده و همه شرکت کنندگان خوب بودن. اونجوری که بعدش شاید تجربه تو بالا برد؟ 100% تجربه بودم. خیلی، هر یه مسابقه اندازه 6 ماه تمرینه و 100% تجربه خیلی. مسابقات رو تا امروز چطور ارزیابی کردید؟ من از به نوبه خود بر تمام مردم ایران سلام احترام خود تقدیم میکنم نخست، و در قدم دوم برای تمام همشهریایم که مهاجر هستند در ایران. الحمدلله، لله الحمد، مسابقات امروز به سطح بسیار بالا با نظم بسیار عالی برگزار شد و تا حال هم تیم افغانستان خوب می‌درخشه. خیلی عالی سطح مسابقات. تشکر میکنم از رئیس دکتر صاحب مهدی ذوالقدر که واقعا میزبانی خوبی کردن، از همه مهمانای 20 کشور آسیای جهان تشکر میکنم. Have you ever come to Iran
حدودا 4 سال پیش ایشون اومدن به ایران و نظرش اینه که این یکی از بزرگترین ایونت هاییه که تا حالا برگزار شده. میگن که همه چیز اینجا خوب بوده و مهمون نوازی که شده مهمون نوازی خوبی بوده. میگن که خیلی خوشحالم که اومدیم اینجا و اینکه همه تیمایی که اومدن اینجا همشون بالاخره تیم‌های خوبی هستن. این دوره از مسابقات رو چطور دیدی نسبت به دوره‌های حالا گذشته که خودت شرکت کردی؟ طبعا به مرور زمان هر کسی از تجربه های گذشته خود درس میگیره و او مشکلات او خلعایی که هست پر میکنه و این دفعه بهتر از دفعه قبل است. مردم ایران چطور بود مهمون نوازیشون؟ برای مردم ایران سلامتی و موفقیت همیشه آرزو دارم. انشالله که بین دو کشور یک بیادری، یک رفاقت، یک دوستی قوی همیشه باشه. خیلی ممنون که تا انتهای برنامه در کنار ما بودید و ما هم آرزوی موفقیت بکنیم برای همه ورزشکاران عزیزمون تا بتونن این پرچم سرنگ و زیبای کشورمون رو همیشه به اهتزاز در بیارن. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خداحافظ.